درود بر همه شما خوبان. رضا ابراهیمی هستم، عرض ارادت. دوستان گرامی، ببینید، شما رو امروز مهمان کردم به یک مکان بسیار قدرتمند، به یک مکان بسیار عالی، تک درخت کهنسال. تک درخت کهنسال دوستان گرامی به نام پیر و با پیشوند یک کلمه با اعضای بدن انسان به نام پای پیر. خب حالا این قسمت رو که متاسفانه حفاری کردن، حفاری کور بماند، این قسمت رو هم حفاری کردن بماند، ما در این تک درخت به نوعی درخت نخبن هست و نظر و نیاز میکردن و یک سری نخهایی رو به این درخت میبستن که مثلا این یک نمونش. ببینید اینها نمونه هایی که از گذشته به جا مونده. ببینید این یک نخ دیگه، این نخ قرمز بسته. در هر حال دوستان عزیز، این تک درخت کهنسال ما، اما اگر ما چنین تک درختی رو داشتیم بایستی چه کار کنیم؟ در مجاورت این درخت ما تپه باستانی رو داریم و این تپه باستانی دوستان گرامی، ببینید ما اینجا تک سنگی رو داریم. ببینید تک سنگی که میبینید دیگه کنارشو کاملا کندن و جیگر زلیخا درست کردن. چرا؟ چون علم کافی در این رابطه رو ندارن. بحث ما بحث استارتر هست. یکی از استارترها دوستان گرامی همین سنگی هست که من الان دارم نشونتون میدم و زوم میکنم به روی این سنگ. این یک استارتر ما در مبحث پیر و تپه مجاورش. اینجا هم ببینید حریم مکان نیایشگاهی ما هست. خب در این حریم نیایشگاهی دوستان گرامی ما ببینید کوزه، ببینید قطر زخامت رو نگاه کنید. حالا این یکی ببینید زخامت، این میشه خمره، اینم کوزه است. خب اینجا دوستان عزیز ما بایستی چشم باستانیتون باز باشه. خب وقتی چشم باستانیتون باز بود، ببینید اینجا دقیقا یک چاهی رو به ما نشون میده. ببینید کاملا گرد. خب پس ببینید در این منطقه اینجا هم یک روزنه ای هست. ببینید اینجا دقیقا در مجاورت این کاملا ببینید اینجا یک چاهی هست. خب حالا بایستی با دقت بیشتری این نقطه زده بشه و عمق این چاه رو ما در بیاریم. اما بریم سراغ سایر استارترها. من یک نکته رو اینجا نشونتون میدم که حظش رو ببرید. حالا این نکته چی هست؟ ما اینجا تجمعی از سنگ ها داریم که این تجمع سنگ ها دوستان گرامی به نوعی با علم ستاره شناسی مرتبط هست و این تک سنگ ما هم نشان یک قبرستان قدرتمند. ببینید این نشان یک قبرستان قدرتمند هست. یک لحظه، دقیقا این رو ببینید میشه قبرستان قدرتمند. حالا این سنگ رو ببینید چقدر صاف و صیقلی و خوشتراش که آثار دست انسان بر روی اون مشهوده. حالا ما اینجا یه کاری انجام میدیم. اینجا دوستان گرامی در شب ما روی این لیزر میندازیم. وقتی لیزر بندازی
انعکاسش رو که روبروی خودش هست. ببینید حالا ما اینجا میشینیم، روبروی این سنگ رو دقیقا ببینید، تجمعی از سنگ در این قسمت. خب حالا میریم اینجا و تجمع این سنگ رو مشاهده میکنیم ببینیم چه خبره. باستان دوستان عزیز یک علمه. الکی بیل زدن، ببینید این دقیقا همون قسمتیه که روبروی اون سنگ صاف، و ببینید این سنگ صاف و صیقلی ما روبروی این هست. ببینید کاملا مشخص و در کنارش یک مسیل محل عبور سیل. ببینید پس این نقطه میشه، ببینید نقطه آخر، دقیقا همین نقطه میشه نقطه آخر. حالا اگر کسی رو بخوای بیاری اینجا بگی کار کن، نیم ساعت کار میکنه، بعد نیم ساعت میگه بچه‌م مریضه ببرم یه آمپول بزنم برگردم، برم گاومو علف بدم برمیگردم، زنم مریضه برم داروهاشو بدم برمیگردم. بعد که میره بر نمیگرده، هفته بعد که میای میبینی 6 متر رفته پایین. پس به کسی هم نمیشه اعتماد کرد. خب حالا یه چیز دیگه دیدم اینجا. ببینید ما اینجا تجمعی از سنگ رو داشتیم، باور کنید همین الان دیدم. حالا راست میریم سر وقتش ببینیم چه خبره اینجا. خدایا ما رو خراب نکن. ببینید کاملا زیر این خالیه. چرا؟ چون در این محوطه هم ما مکانی رو داریم که این سنگ میگه چی؟ میگه ما قبرستان ارزشمندی رو داریم و یه قبر ارزشمندی که در این مکان هست، و ما اینجا چی داریم؟ استارتر دیگه‌مون اینجا درخچه است. یک درخچه بسیار زیبا که متاسفانه اومدن اطراف این رو تا دلتون بخواد حفاری کردن. ببینید یک حفاری کور و به درد نخور. حاصل چی؟ حاصل ناآگاهی، حاصل عدم دانش، عدم آگاهی. ببینید به محضی که شنیدن یک درخچه ممکنه به بار و دفینه ارتباط داشته باشه، اومدن کنار دفینه رو شروع کردن حفاری. و این هم سنگ، تک سنگ روی تپه، که روی تپه رو هم دوستان گرامی دقیقا جیگر زلیخا درست کردن. این هم از این زاویه درخت زیبامون رو ببینید. من سیر نمیشم هفته ها و ماه ها اگر اینجا بنشینم و به این درخت نگاه کنم، حظشو میبرم و سیر نمیشم. خب حالا ما که اینجا اومدیم، اینجا هم که بازه، بریم ببینیم این تک سنگ اینجا. ما دوستان عزیز ببینید شارژ برقیم هم تموم شد و هر لحظه ممکنه خاموش بشه. این تک درخت ما، این یک سنگ و این هم تک سنگ دیگه که کنار این دوستان عزیز ببینید حفاری کردن، و این هم بطری آبشون که اگه حفاری کور میکنن، اگه داغ کردن یه مقدار آب بخورن که رادیاتشون جوش نیاره. دوستان عزیز دانشتون رو ببرید بالا، آگاهیتون رو ببرید بالا، با علم و دانش کار بکنید. چرا؟ چون بدون علم و دانش بجز شکست هیچ چیز دیگه عاید شما نخواهد شد. لایک و سابسکرایب یادتون نره، کانال متعلق به خودتون هست، ارسال کامنت لاتین یادتون نره و حمایتمون بکنید با
ارسال کامنت هاتون و سابسکرایب هاتون و لایک هاتون و کانال ما رو به سایر دوستانتون معرفی بفرمایید. مهرتون جاوید و روزگارتون وصله. امید حق نگهدار.